نگرانی عضو مجلس ارتجاع از کازرون پس از کشته شدن امام جمعه رژیم در این شهر. این فاجعه زنگ خطری بود برای توجه بیشتر مسئولین کشوری. یوکیو آمانو: علت حل و فصل نشدن اختلافات با رژیم ایران همکاری نکردن این رژیم بوده است. اعتصاب کارگران راه آهن نورآباد، شازند و واراک. حسین رضا زاده عضو مجلس ارتجاع از کازرون نسبت به کشته شدن امام جمعه رژیم از کازرون ابراز نگرانی کرد. وی در جلسه علنی مجلس ارتجاع گفت: این فاجعه زنگ خطری بود برای توجه بیشتر مسئولین کشوری و نیروهای امنیتی و انتظامی که بیشتر مواظب وضعیت امنیتی کشور، اهم از امنیت اقتصادی و معیشتی مردم و شخصیتی افراد و شهروندان بوده و اقدامات افراد مشکوک در همه زمینه‌ها را قبل از هر اقدام خطرناکی که غیر قابل جبران میباشد رصد کرده و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه حکومتی اعتماد که چرا رژیم با گزارشاتی که صحیح نبوده تحریم شد گفت: Sanction is not imposed by us. That is the decision by the Security Council. تحریم ها را ما نکردیم. این تصمیم شورای امنیت است. آمانو گفت: ما موضوعات مورد نگرانی را شناسایی کردیم و از رژیم ایران درخواست کردیم آنها را روشن کند. در سال 2011 من 12 زمینه را شناسایی کردم و گفتم رژیم ایران لازم است این سوالها را پاسخ دهد تا این مقولات را حل و فصل کند. In 2011 I have identified 12 areas and I said that Iran needs to answer these questions. شما ممکن است بپرسید این چرا حل و فصل نشد؟ دلیلش این بود که همکاری وجود نداشت. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به تهران رفته است در یک کنفرانس مطبوعاتی با وزیر خارجه رژیم گفت: موضوع سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس مشترک است. ما از برجام حمایت می‌کنیم، البته معجزه هم نمی‌توانیم بکنیم. وی افزود: چیزی که به هیچ عنوان آن را نخواهیم پذیرفت این است که چون یک طرف تعهداتش را کاهش داده است، طرف دیگر هم تعهداتش را کاهش دهد. این را ما نمی‌پذیریم. هایکو ماس هشدار داد: تنشی که در منطقه وجود دارد بسیار خطرناک است و ممکن است در اثر یک اتفاق یک مکانیزم زنجیره‌ای اتفاق بیفتد و از کنترل خارج شود. کارگران نورآباد، شازند و واراک روز دوشنبه برای چندمین بار در سال جاری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. جمعی از عکاسان در یزد در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از معترضان گفت: تهیه عکس‌های پرسنلی یکی از مهمترین منابع مالی عکاسان است که برای خدمات مختلف از جمله گذرنامه، سوء پیشینه مورد نیازمند شهروندان است. اما اکنون تهیه عکس پرسنلی در مراکز پلیس انجام می شود و این مسئله خسارات زیادی به عکاسان وارد کرده است. جمعی از کارگران سد چمشیر صبح روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 12 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. حدود یک سال است که این کارگران پیگیر مطالبات خود هستند و بارها در مقابل ارگانهای حکومتی تجمع کردند، اما تاکنون فقط حقوق 2 ماه به آنها پرداخت شده است.